مطلب رو. بله. درود بر شما استاد شرفشاهی عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. درود دارم به بینندگان مهربان، به آقای امیر شهرتی عزیزم کارگردان خوب تلویزیون پارس، به برادرم مهندس امیر شجره سپاس. یعنی همون و بعدم به شهبانو شما نگاه کنید، تمام این سفرهایی که در دنیا رفته عکساشو وقتی نگاه میکنید در اکثریت اینهایشون پوشش سر داره، یعنی یا کلاه سرشه یا یک روسری به گونه سرشه. من با استادان ما در فرانسه اسمشون رو نمیخوام بیارم، با چندشون رفیق بودم که یکیشون شبانو اصلا بهش رسید که ایف سن لوران، میگم ایف سن لوران که در دنیا مشهور شد به خاطر بود که لباسه شبانو رو ساخت و بعدشون شاگرد کریستیان دیور بود، از پولی که شبانو بهشته تو شانزیزه مغازه و کرد حالشون مرده برها هموار اینا به هم میگفتن، میگفتن شهبانو انقدر زن نازنینیه که بگه همیشه لباسای من پوششی باشه، یعنی سکسی نمیپوشید. ولی الان نسل جوان ما سکسی میپوشه، یعنی میاد سکسی داد تو خیابون. من نیازمند پول بودم یک، و نیازمند این بودم که جایگاهی باشه برای پولشویی که بتونم پولا رو رد و بدل کنم. پولها رو از طریق بانک‌ها نمیتونستم، از طریق مراکز فینانس مالی به فرانسه میکردم. دکتر آنجلو دالوی اینا رو بلده، یه روز دلم میخواد باید صحبت کنم اینا رو توضیح بده برای مردم، ولی مردم اطلاعات ندارن، نمیدونن اصلا اینه، حتی متخصصین هم ندارن، حتی برنامه سازان رادیو تلویزیون اطلاعات شوربختانی ندارن، آگاهیش ندارن. قاسم سلیمانی میلیاردها دلار جابجا میکرد، یک هزینه خود جمهوری اسلامی در خارج از کشور، دو هزینه میلیاردها دلار سپاه قدس و پابرهنهای دنیا رو که از سوریه و لبنان و عراق گرفته تا شمال آفریقا و جنوب آفریقا و آمریکای لاتین و حقوق میداد، اینا رو همه رو تامین میکرد از این کانال. در این رابطه اینها میبایستی آقای شرفشاهی استاد عزیز من پاسپورت های خارجی در اختیار میداشتن که با این پاسپورت های خارجی بتونن در امریکا، در اروپا، در جاهای دیگه یک انجمن ها، تشکیلات اقتصادی، بیزنس های کوچولو بزرگ بزنن و از اون کانال پول رو شستشو بدن. و همین خاطر بود که ده ها شاید صد ها نفر گدا که تا دیروز یک دلار پول نداشتن، نمونه های داخل ایرانش رو همه میدونن، نمونه خارج از کشور رو کمتر میشناسن، شناسایی میکنن آدم ها رو. اینها آدم های گدا رو پولدار بکنن که مثلا اگر میخوان یک میلیارد دو میلیارد دلار نقل جا به جا بکنن، 10% به خودون